همزمان با تلاش جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس برای جلوگیری از استرداد خود به ایالات متحده به اتهام جاسوسی، حامیان او تظاهراتی در مقابل دادگاه عالی بریتانیا برگزار کردند. خود آسانج به دلیل بیماری در آن حضور نداشت. در جریان جلسه دو روزه‌ای که چهارشنبه به پایان رسید، وکلای مدافع او استدلال کردند که آسانج با انتشار پرونده‌های دزدی شده ایالات متحده کار خود را به عنوان یک روزنامه‌نگار انجام داده است. به خصوص وقتی این موضوعاتی مثل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، اتهامات اعدام غیرقانونی و شکنجه را پوشش میده، اینا موضوعات واقعا جدی مرتبط با منافع عمومیه و در نتیجه اونا میگن که این خارج از قرارداد استرداد میان آمریکا و بریتانیاست. و استدلال دوم اونا هم بر اساس دلیل اول اینه که این موضوع تحت پوشش آزادی بیانه. آسانج با 18 اتهام فدرال ایالات متحده در ارتباط با هک و سرقت مطالب طبقه بندی شده مواجه است. ایالات متحده استدلال میکنه که اسنادی که آسانج منتشر میکنه امنیت ملی آمریکا و برخی از منابع خبری اونا رو به خطر انداخته. در سال 2010 ویکیلیکس مجموعه ای از تلگراف های دیپلماتیک دزدی شده مربوط به جنگ های افغانستان و عراق را منتشر کرد که به گفته آسانج افشای سوء استفاده های ارتش ایالات متحده بود. مقامات ایالات متحده میگویند آسانج با افشای هویت افراد مخبر جان آنها را به خطر انداخته. آسانج اولین بار در 2010 در بریتانیا به اتهام تعرض جنسی در سوئد دستگیر شد. او پس از پرداخت وثیقه به سفارت اکوادور پناه برد و 7 سال در آنجا ماند. اما در 2019 به دلیل نقض وثیقه از سفارت اخراج و زندانی شد و در ژوئن 2022 دولت بریتانیا پس از چالش‌های قانونی ناموفق دستور استرداد او به آمریکا را امضا کرد. همسر جولیان آسانج بارها ادعا کرده زندگی آسانج 52 ساله در خطر است. این یک حمله به همه روزنامه نگارانه، این حمله به حقیقت و حمله به حق عمومی به دانستن حقیقته. جولیان یک زندانی سیاسیه و جانش در معرض خطره. تظاهراتی برای آزادی آسانج در شهرهای سراسر جهان برگزار شده و پارلمان استرالیا هفته گذشته خواستار اجازه بازگشت آسانج به کشورش شد. انتظار می رود تصمیم دادگاه عالی چند روز طول بکشد. اگر قضات به نفع او رأی بدهند، آسانج می‌تواند علیه استرداد خود درخواست تجدید نظر کند.